روادید رفت و آمد بین دو کشور ایران و عراق رایگان می شود. در پی رهنمودهای مرجال قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی و درخواستهای مکرر شیعیان کشورهای عراق و ایران، دولت مردان این دو کشور اعلام کردند ویزای بین دو کشور رایگان خواهد شد. به گزارش شیعویوز، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته قرار است از اوایل سال 1398 این امر به شکل قانونی به اجرا درآید. هنوز طرف عراقی سازوکار این اقدام را مشخص نکرده است. پیش از این مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در سخنرانی های متعدد بر لزوم لغو و رایگان شدن ویزای عراق برای زیارت عتبات عالیات تاکید کرده بودند. شایان ذکر است با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی موجود در ایران، سفرهای زیارتی به عتبات با مشکلاتی روبرو شده که با عمل به رهنمودهای مرجعیت شیعه برطرف خواهد شد. در طی سالهای گذشته همواره مجمع رسانه امام حسین علیه السلام از پیشگامان عمل به فرمایش مرجعیت شیعه در راستای دعوت از حکومتها برای برداشتن ویزای زیارتی و مخصوصاً زیارت اربعین حسینی بوده است. گفتنی است همه ساله میلیون‌ها زائر ایرانی و عراقی برای زیارت حرم‌های اهل بیت علیهم السلام به شهرهای مقدس در این دو کشور سفر می‌کنند. امید است برداشته شدن ویزا بین این دو کشور همسایه گامی در راه تسهیل زیارت عتبات عالیات در مناسبت‌های مختلف و از سراسر نقاط دنیا باشد. یعنی چه اصلا گذرنامه و ویزا برای زیارت امام؟ یعنی چی؟ تو دنیا معنا نداره این الان. الان تو دنیا معنا نداره. بخونی نمال حالاست. 40 سال قبل، من 40 سال قبل خوندم تا حالا. باید تو تمام دنیا این پیاده بشه و میشه. حالا خواهید دید. شما نکنید کسی دیگه میکنه. حصه شما کم میشه. اگر نه امام حسین خیلی مرید. امام حسین مریدهایی دارن که اگر اجازه شرعی بود حاضر بود بچهش قربونی کنه برای امام حسین. دیدید، شنیدید، میدونید، چه بسا خود شما هم بعضی از همونا باشید، فقط اجازه شرعی نیست.